خوش آمدین آقای غیبی. در مورد این گزارش مجلس از گسترش فقر مسکن در ایران در دهه 90 چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدین؟ بله، نکته اولی که از کلا میشه در مورد این گزارش اشاره کرد اون اینه که خب در مورد دهه 90 هست و ده سال مورد اشاره عمدتا در دولت روحانی بوده، ولی هیچ اشاره‌ای به بحث سال 1401 نشده، سالی که خب ما شاهد هستیم اتفاقات بسیار زیادی در حوزه اقتصاد رخ داده، جهش قیمت مسکن در و جهش هزینه اجاره بها. قاعدتا با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاده این آمار افزایش چشمگیری هم پیدا کرده و حالا منتظریم ببینیم کی آمار به روز این حوزه منتشر میشه. ولی در لابلای این گزارش دلایلی که برای به وجود آمدن وضع موجود اشاره شده بود خب قابل تأمل بود که یکی از مهمترین اونها بحث اصرار دولت بر تداوم و سیاست گذاری غلط و تداوم اون در حوزه مسکن بوده، بحث جهش قیمت بوده که عوامل بسیاری روش تأثیرگذار بوده و افزایش تورم بوده و جمعی اینها در نهایت منجر شده که در اون یک دهه گذشته اتفاقات ناخوشایندی رخ بده در حوزه مسکن و تقریبا بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مسکن به سر ببرن، که این آمار عرض کردم تأکید میکنم در سال گذشته قاعدتا افزایش چشمگیری داشته و ما آمار رسمی در مورد اون نداریم، هرچند آمارهای پراکنده خب به اشاره به ارقام بالاتری میکنن. آقای غیبی، به اتفاقات ناخوشایند در حوزه مسکن اشاره کردین، در این گزارش هم از افزایش حاشیه نشینی و کانکس خوابی و پشت بام خوابی و بسیاری موارد دیگه صحبت شده. این شرایط فقر مسکن چه پدیده های دیگری رو در پی داشته؟ ببینید، این مسائلی که اشاره شد خب در درون خود تهران هست و میشه بهش ماشین خوابی، پارک خوابی، خانه های اشتراکی و مسائل دیگری رو هم خب بهش اضافه کرد که در لابلای گزارش های مختلف رسانه های داخلی بارها بهش تاکید شده و اشاره شده، ولی آنچه اون اتفاقی است که در لحظه رخ داده، ولی اون اتفاقی که نگران کننده است و آینده بحث اجاره نشینی و مردم رو در یک شهرهای بزرگ مثل تهران داره خطرناک نشون میده، بحث مهاجرت معکوس است که در حال حاضر به حاشیه شهرها دارن مردم رانده میشن. حاشیه نشینی آماری ازش منتشر شده که به طور متوسط در شهر تهران سالانه 5% داره افزایش پیدا میکنه و خب این نگران کننده است با توجه به نبود امکانات و زیرساخت و دسترسی های مناسب، و خود این مهاجرت به حاشیه شهرها باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده، به طوری که در جاهایی مثل مسکن مهر پردیس حتی قیمت یک متر آپارتمان داره به 30 میلیون تومان هم میرسه و قاعدتا از یک جایی به بعد مردم دیگه توان ماندن در اون منطقه ها رو هم نخواهند داشت و بازگشت به شهرهای کوچک رو منجر خواهد شد این اتفاق، و میشه گفت که در آینده هم از نظر حوزه مسکن، تامین مسکن و متعاقب اون مسائلی که به واسطه مهاجرت معکوس نیروی کار ایجاد میشه خب چالش بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل میشه. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، مثل همیشه متشکرم از حضورتون در برنامه.